خب عزیزان، ما برگشتیم و امیدواریم که از این سرود زیبا لذت برده باشیم. امروز توی بخش درس زندگی در مورد خطرات سقط جنین صحبت کردیم که خیلی مبحث دردناکی بود. درسته فرشته جان؟ درسته. شاید براتون سوال باشه که نظر خدا در این باره چیه؟ تا حالا با خودتون فکر کردین که من مهم نیستم، اصلا من برای کسی ارزشی ندارم؟ شاید خودتون رو با افراد دیگه مقایسه میکنین، شاید فکر میکنین که دیگران شغل مهمی دارن، سمت مهمی دارن، ولی شما اینطور نیستین. شاید فکر میکنین افرادی که توی تلویزیون یا مجله هستن افراد مهمی هستن و شاید فکر میکنین که برای خدا اهمیت ندارین. شاید بگین من یه آدم بی ارزش بین این همه آدم توی این دنیا هستم، اصلا خدا منو نمیبینه. به نظر من اکثر ماها گاهی حس بی ارزش بودن داریم. شاید کسی قدر کار ما رو نمیدونه. شاید فکر کنیم واقعا خیلی هم حائز اهمیت نیستیم و برای کسی ارزش نداریم. اما میدونین چیه؟ میدونین خدا درباره ما چی فکر میکنه؟ بله، از طریق کتاب مقدس میتونین به افکار خدا پی ببرین و متوجه بشین که چقدر برای خدا مهمین. دوستان، میخوام یه بخشی از مزامیر رو براتون بخونیم که ببینیم چقدر برای خدا با ارزش هستیم. توی مزامیر میگه که زیر و باطن مرا تو آفریدی، تو مرا در رحم مادرم در هم تنیدی، تو را سپاس میگویم زیرا عجیب و مهیب ساخته شده ام. اعمال تو شگفت انگیزن، جان من این را نیک می داند. او سخن بندیم از تو پنهان نبود، چون در نهان ساخته می شدم. آنگاه که در ژرفهای زمین تنیده می شدم، دیدگانت کالبد شکل ناگرفته مرا می دید. همه روزهایی که برایم رقم زده شد در کتاب تو ثبت گردید، پیش از آن که هیچ یک هنوز پدید آمده باشد. عزیزان، مزمور 139 رو براتون خوندم. چقدر زیباست این مزمور، چقدر زیباست. و به ما میگه از زمانی که نطفه ما بسته شد خدا ما رو میشناسه. خدا کسیه که ما رو خلق کرده و قبل از تولد ما رو میبینه و از همون موقع برای ما نقشه داره. بله بله عزیزان، از زمانی که نطفه ما بسته میشه ما برای خدا اهمیت داریم. یه بخش دیگه از کتاب مقدس رو براتون میخونم که میگه آیا دو گنجشک رو به یک پول سیاه نمیفروشند؟ با این همه حتی یک گنجشک نیست بدون خواست پدر شما به زمین نمیافتد. حتی موهای سر شما به تمامی شمرده شده است. پس ما ترسید، زیرا ارزش شما بیش از هزاران گنجشک است. هللویا، حقیقتا همینطوره. من به شخصه نمیدونم چند تا تار مو روی سرم دارم، اما میدونم بیشتر از همسرم دارم. شوخی میکنم، اما واقعا خدا این جزئیات رو درباره ما میدونه و این فوق‌العاده است. و همینطور به ما میگه که تک تک ما برای خدا خیلی مهمه. درسته، و همونطور که ما برای خدا مهمیم، نطفه‌ای که بسته میشم از همون ابتدا مهمه. دیدی فرشته جان، خیلی ها فکر میکنن که بچه هنوز تا قلبش تشکیل نشده، تا بزرگ نشده، اشکالی نداره، مهم نیستش. ولی عزیزان، کلام خدا چی میگه؟ میگه از زمانی که نطفه بسته میشه، از اون زمان خداوند برای ما نقشه داره، از اون زمان ما برای خداوند مهم هستیم. اگه الان باردار هستین، نطفه‌ای که توی رحم شما هست یکی از مخلوقات مهم خداست. وقتی خدا شما رو خلق کرد، اون شما رو منحصر به فرد آفرید. هیچ کس توی این دنیا شبیه شما نیست. شما خاص خاص هستین، خاص خداوند. و این برای هر نطفه، جنین یا نوزاد هم صدق میکنه. میدونین که هر شخصی در این دنیا اثر انگشت منحصر به فرد خودش رو داره. اثر انگشت شما صرفاً برای شماست. حتی صدای شما منحصر به فرده.
واقعا جالبه و نه تنها بدن شما منحصر به فرده، بلکه توانایی ها و استعدادهای شما هم با کسی قابل مقایسه نیست. این یعنی که شما یه فرد خاص و با ارزش هستین. دقیقا همینطوره که میگی نوشین جان. عزیزان میخوام براتون یه آیه از کتاب پیدایش بخونم. توی این آیه میگه که پس خدا انسان را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید. ایشان را مرد و زن آفرید. یعنی تنها مخلوقی که خدا شبیه به خودش خلق کرده انسان بود. تنها انسان ها هستن که قادرن خدا را بشناسن و اون را محبت کنن. چون ما توانایی روحانی داریم درست مثل خدا، تنها انسان ها میتونن خدا را جستجو کنن و پیرو اون بشن. تنها انسان ها هستن که بعد از مرگ میتونن تا ابد در کنار خدا باشن. خدا به ما قدرت انتخاب داده تا بتونیم اونو محبت کنیم یا رد کنیم. او راهی رو برای ما فراهم کرده تا بتونیم اونو بشناسیم. او اجازه داد که پسرش عیسی مسیح مانند یه نوزاد انسان به روی زمین بیاد و بین انسان ها زندگی کنه. یه روز شخصی نزد عیسی رفت و از اون پرسید: ای استاد، بزرگترین حکم در شریعت کدام است؟ عیسی پاسخ داد: خداوند خدای خود را با تمامی دل، با تمامی جان و با تمامی فکر خود محبت نما. این نخستین و بزرگترین حکم است. دومین حکم نیز همچون حکم نخستین است: همسایت را همچون خیشتن محبت نما. تمامی شریعت موسی و نوشته های پیامبران بر این دو حکم استوار است. عزیزان، اینجا مشخصه که خدا چرا ما رو شبیه خودش آفریده. اون میخواست که ما هم خداوند رو و هم دیگران رو محبت کنیم و ما قادر به انجام هر دو هستیم چون شبیه به خداوند آفریده شدیم. آمین، آمین. بله عزیزان، گفتیم که خدا به ما حق انتخاب داده، اما خبر خوش اینه که اون میتونه بابت انتخابهای اشتباهمون ما رو ببخشه. عیسی به روی زمین اومد و بین ما زندگی کرد و مرد و دوباره زنده شد. او از طرف ما مرد تا ما بتونیم بعد از مرگ به زندگی جاودان برسیم. اما این انتخاب ماست که او رو بپذیریم و یا ردش کنیم. یادتون باشه که ما و فرزندانمون برای خدا با ارزشیم. پس بیا این لحظاتی با هم دعا کنیم. خدای پدر، خدای قدوس، شکرت میکنیم که تو از زمانی که نطفه ما بسته شده خداوند ما رو محبت کردی. مرسی ای خداوندا برای اینکه ما برای تو با ارزش هستیم و تو برای ما ارزش قائلی خداوند. شکرت میکنیم که تک تک ما برای تو مهم هستیم. ای خداوند، قوت بده تا محبت تو رو بیشتر درک بکنیم و تو رو ای خداوند هر لحظه، هر روز اولویت زندگیمون قرار بدیم. به نام پرجلال عیسی مسیح دعا کردیم. آمین. آمین و آمین. خب دوست عزیز منحصر به فردم، دعا میکنم که این محبت همیشه تو زندگی شما پایدار باشه. عزیزان، وقت برنامه ما به پایان رسیده و دوست داریم دوباره باز هم در خدمت شما باشیم. بله عزیزان، و یادتون باشه که مثل همیشه ما مشتاقیم که از شما بشنویم. شما میتونین از طریق راه‌های ارتباطی که اعلام میشه نظراتتون و پیشنهاداتتون و موارد دعاییتون رو برای ما ارسال کنین. عزیزان، خیلی مراقب خودتون باشین و بدونین که خدا برای شما خیلی ارزش قائله و خیلی شما رو دوست داره. خدا بهتون برکت بده و تا هفته آینده خدا نگهدار. خدا نگهدار. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد.
شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه زنان امید را در صفحه اینستاگرام زنان.امید و همینطور صفحه فیسبوک و کانال تلگرام زنان امید دنبال نمایید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید. Thank you.